بنام خدا و سلام بر شما بیننده برنامه سرنوشت و گونه زنده با من هادی سیدی از نور هستید. گفتگوهای امریکا و طالبان تنها به تغییر شکل جنگ در افغانستان ختم خواهد شد. چیزی است که کارشناسان سیاسی باور دارند. به نیابت طالبان با حکومت افغانستان اگر طالبان به توافق صلح برسند کی خواهد جنگید؟ آگاهان امور سیاسی به این باورند که گفتگوهای فشرده امریکا و طالبان نه به هدف ختم جنگ بلکه به منظور تغییر شکل جنگ در افغانستان صورت میگیرد. نشست 16 روزه قطر میان نمایندگان امریکا و طالبان روی صلح افغانستان شب گذشته به پایان رسید و دو طرف اعلام کردند که روی دو موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان و قطع رابطه با طالبان و رابطه البته طالبان و القاعده و داعش به توافق رسیدند. ارزش هایی که در جنگ باید قربانی نشود و در گفتگوهای قربانی شده و در گفتگوهای صلح باید قربانی نشود باید چی باشد؟ بحث میکنیم در همین رابطه با حضور آقایان آقای غلام محی‌الدین عبادی فعال مدنی، آقای محمد ناصر وطنیار استاد دانشگاه و آقای حبیب الله سالنگی تحلیلگر مسائل سیاسی. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای عبادی، میخوایم بحث را با شما آغاز بکنم. در کل بررسی شما از همین 5 دور گفتگوهای صلحی که طالبان و آمریکایی‌ها بدون حضور نماینده های حکومت افغانستان داشتن چی است؟ ببینین در 5 دور نماینده طالبان با نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اونا چندین دفعه تقریبا 5 مرتبه میشه که اونا در قطر نشست را با این هم اونا ملاقات و مذاکره کردن، ملاقات کردن و به دمی نتیجه اخیر همی بود به توافق رسیدن که روی دو موضوع که امریکایی ها باید از افغانستان خارج شوند و همچنان طالبان با گروه های در همکاری با حکومت وحدت ملی اونا با نظامی که وجود داره اونا بپیوندن و در مقابل داعش و هراس افغانی اونا بجنگن. روی همین موضوع توافق صورت گرفت و همچنان این یک دستاورد بسیار خوبی بود. بمانید جوان، واقعا از این توافق راضی هستید؟ کاملا راضی هستیم. ما نمیخوایم دیگر برادر کشی شود، دیگر نمیخوایم در افغانستان این خطا این صلحی که با امریکا و طالبان انجام بدهند به معنای ختم جنگ در افغانستان است؟ ختم جنگ در افغانستان نیز هم کاهش پیدا میکنه جنگ و نمیگوییم که دیگه ما نمیخوایم که دیگه در افغانستان جنگ به وجود بیاد، نمیخوایم دیگه در افغانستان برادرکشی صورت بگیره. اگر این طرف ختم جنگ به اون طرف ختم میبره، مثلا برادر افغان ما، اگر این طرفم خط جنگ بده میگه نفر میبره، یعنی هدف ما اینه که طالبان همین نیروهای افغان هستن و خود حکومت هم همین نیروهای خود افغان هستن. ما نمیخوایم که افغان بین افغان جنگ بکنن، نمیخوایم که افغان کشته شود در افغانستان و ما میخواییم که یک صلح دائمی، یک صلح پایدار، من حیث یک جوان، من حیث یک فعال مدنی ما میخواییم که با افغانستان به صورت متوازن انکشاف پیدا بکنه و میخواییم که جنگ قطع شود، برادرکشی تمام شود، بالاخره ما بتوانیم افغانستان به طرف خودکفایی برم. ما نمیخواییم که جنگ دیگه ادامه پیدا بکنه، برادرکشی شود. ما با شاهد از این بودیم که چندین دهه که سه دهه شاهد از این جنگ بودیم که نارامی ها را مردم افغانستان دید. نهایتاً تقریبا 1.5 میلیون نفر از بین رفت در این جنگ ها و نفرهای دیگه هم تقریبا 3 میلیون 4 میلیون نفر از افغانستان مهاجر شدن، آواره شدن. ما دیگه نمیخوایم در افغانستان دیگه جنگ تداوم پیدا بکنه، برادرکشی صورت بگیره، ما نمیخوایم دیگه. سپاسگزارم آقای عبادی. آقای وطنیار، شما چه فکر میکنین؟ بررسی شما چی است از این 5 دور گفتگوها؟ آیا واقعا در این گفتگوها جایگاه حکومت افغانستان در کجاست؟ واقعا در حاشیه قرار ندارد حکومت افغانستان؟ به نام یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما مهمانان عزیز در بث و بیننده‌های عزیز تلویزیون جهانی نور. ما میخوایم بگم که متاسفانه از آغاز گفتگوهای صلح افغانستان و پس از اینکه ایالات متحده آمریکا وارد کارزارهای صلح افغانستان شد و مستقیم ارتباط با طالبان پیرامون صلح افغانستان خواستند که مذاکره بکنند، با تاسف باید گفت که دولت افغانستان و حکومت فعلی وحدت ملی در حاشیه قرار گرفت و حکومت افغانستان دور زده شد. حالا پس از 5 دور مذاکرات نفسگیر و مذاکراتی که در واقع دو طرف روی برخی از موارد چانه‌زنی میکردن، دیده میشه که یک توافقات نسبی البته به میان آمده، اما به آنچه که ایالات متحده آمریکا پیش شرط گذاشته بود که باید در مدت 6 ماه یا 9 ماه باید به صلح برسن و صلح افغانستان، روند مذاکرات افغانستان نتیجه بده، متاسفانه طالبان هم سلنگاری کردن در این مورد و نخواستن که
بسته های پیش از وقت را برای ایالات متحده آمریکا پیشکش بکنن و صلح افغانستان به یک نتیجه برسه. شما بهتر میدانین که هدف طالبان از این کار چی است؟ من فکر میکنم که با توجه به ای که اگر قضیه یک مقدار از لحاظ تئوریک و از منظر تئوری ها و روابط بین الملل بس بکنیم، از آنجایی که متاسفانه دولت افغانستان در یک جایگاه ضعیف قرار داره و یکی از تئوری ها در روابط بین الملل تئوری ریالیستی است. ضعف حکومت افغانستان ناشی از چی است در این گفتگو؟ من خود را بانی ختمش صلح میدانه و میگه که ما همواره ادعایش همین بوده که ما حکومتی هستیم که یعنی پلان یا برنامه داریم برای صلح افغانستان، اما این برنامه کجاست که حالا در آشیا قرار گرفته؟ من میخواستم روی این نقطه بحث بکنم که از اونجایی که در روابط بین الملل و در تئوری روابط بین الملل در تئوری ریالیستی بحث کنار آمدن مخالفین مسلح و یا مخالفینی که امنیت ملی را در کشورهای مختلف تهدید میکنه این شکل میده که تا زمانی که از یک جایگاه قدرت وارد بحث و مذاکره و تفاهم کنار نیایی به طرف بدون شک لجاجت میکنه و به مذاکرات و گفتگوها تن نمیده. این قضیه صدق میکنه به موضوعگیری های اخیر طالبان و متاسفانه باید گفت که دولت افغانستان در مذاکرات اخیر نقششان کمرنگ بوده و ضعیف ظاهر شده و این ضعیف ظاهر شدن باعث ازی شده است که ایالات ببخشید طالبان حکومت فعلی افغانستان رو نادیده بگیره و مستقیم وارد مذاکره با آمریکایی‌ها شود. آقای وطنی تشکر میکنم. آقای سالنگی، در کل بررسی شما، حالا حکومت افغانستان اگر به عنوان مقدمه بپردازین، حکومت افغانستان همواره از نقش جوانان در پروسه صلح حرف میزنه. واقعا جایگاه جوانان حتی که جایگاه حکومت حالا در گفتگاه صلح وجود نداره. شما چی فکر میکنین؟ به عنوان یک جوان چقدر راضی هستین که حالا طالبان بیاین یا شریک قدرت در افغانستان شوند و یا هم در حرم قدرت قرار بگیرند؟ واقعا جایگاهی در افکار عامه در نسل جوان افغانستان برای طالبان وجود دارد؟ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست سلام عرض ادب حضور شما مهمانان عزیز در بث تلویزیون جهانی نور و بیننده های ارجمندشان. همینطوره که خودتان اشاره کردین که گفتگوهای صلح به قسمی آمده که حتی حکومت افغانستان در آشی است. خب گپ به اینجا برمیگردد که زمانی که حکومت آمریکا آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان کرد، به این نتیجه رسیده بود که در 18 سال اخیر تمام قربانی را مردم ملکی در افغانستان شد و به خصوصا جوانان در افغانستان شدند. جوانان در صفوف اردو، در صفوف امنیت، در صفوف پلیس، تماما جوانان بودند که تلف شدند، تمام جوانان بودند که به شهادت رسیدند و جام شهادت به خاطر حفاظت ناموس ملی، تمامیت ارضی وطن اونان بر خود قبول کردند. بنابراین از اینکه حکومت آمریکا آغازی را کرده است که به خودش آغازش معلوم است، نه آغاز صلح برای طالبان معلوم است، نه آغاز صلح برای حکومت افغانستان معلوم است، صرف برای خود آمریکا معلوم است و همون نماینده ویجی هم که خودش تعیین کرده است. ما بحث های سیاسی را زیاد دنبال کردیم و ما خودمم که من حیث یک شاگرد سیاست مدار که استاد مسعودی صاحب است، ما به می تحلیل هستم که هر گپی که از بین نماینده خاص آمریکا و خود آمریکا است. خب این واضح هست که حالا 16 روز مذاکره بلی. میکنن پشت درهای بسته، اصلا حرف بیرون درز نمیکنه، فقط دو موضوع کلی را در تویترش مینویسه و دو موج تویتی به مخاطبانش میته آقای خلیلزاد و حال هیچ جزئیاتی از این قضیه معلوم نیست و در امین تویت هایش هم همچنان تناقضاتی وجود داره. یک بار میگه که توافق صورت گرفته، بار دیگه میگه که حالا ما میرون با شرکایمان و همچنان مقامات ارشد امریکایی دیدار و گفتگو میکنم، غیر از این که حالا توافق اونا نباشه، یعنی توافق اصلا در کار نیست. پس یعنی یک نوع انتظار باید امید داشته باشیم یا اصلا حرف از توافق در کار نیست؟ ما در کل کلمه صلح با دل جان قبول داریم و هیچ نمیگیم هم که نتیجه نمیده، ولی این صلحی که اینا آغاز کردین، این صلح 100% مردم افغانستان ضربه خواهد زد. به قسم طالب کسی دیگه خواهد طرف جنگ در افغانستان شد با حکومت. به خاطر از این میشه که ما میبینیم که حکومت افغانستان خبر نداره، احزاب سیاسی میره غایب از حکومت،
با طالبان نشست میکنن و حکومت در مقابلشان خود رئیس جمهور افغانستان جواب قاطع میده که ما کس را نمیشناسیم. یعنی این روند ما قبول داریم من حیث یک جوان افغانستان که ما هر گونه صلحی که به ما تشنه هستیم، ولی این رقم صلح آمدن در افغانستان واضح براتان بیان کنم که ارزش های دینی، ارزش های جوانان، ارزش های حداقل حکومت نسبی که در افغانستان در 18 سال بود شاید که از بین ببردش. آقای سالنگی، چقدر یعنی افکار عامه، چقدر فکرها تشکیل شده برای این که حالا طالبان را بپذیرن به عنوان یک گروه سیاسی یا یکی از بدنه های حکومت افغانستان؟ شما کاملا این را دقیق میگین و ما بایی هم باور دارین که بپذیرن. ما مخالف برای پذیرش هیچ کس نیستیم. هر کسی که خود افغان میدانه و برای پیشرفت افغانستان در امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی افغانستان میخوان کمک کنن، حکومت با آغوش باز است. از ابتدای اول بزرگترین مرد جهاد، رهبر شهید مگر از دست نداد افغانستان به خاطر صلح. ولی یک چیز صلحی که برای راست در افغانستان بیایه هنوز سرش کاری نشده. درست است که مردمای هستند که در پشت صلح کار میکنن، شب و روز تلاش میکنن برشان. ما از پشت تلویزیون جهانی نور برشان احترام و دوستی میکنیم، ولی اونا کوشش از این بکنند که ارزش های جوانان، طفلایی که معصوم و بیچاره به گهواره به گور شدن، به بمباردمان ها به گور شدن در گوشه گوشه افغانستان، اونها نره. امروز شما خبر دارید که عاملین همه کشتارها کی بوده تا به حال؟ عاملین این کشتارها کسانی بودند که طرف دولت افغانستان بودند، یعنی حریف دولت افغانستان بودند. واضح بود، به نام طالب بود، به نام داعش بود، به نام هر کس که بود. و حکومت افغانستان یک حکومتی بود که به جهانیان معلوم بود که حمایتش از طرف آمریکا میشد. ولی آمریکا زمانی که حکومت افغانستان حمایت میکرد، طرفهای درگیر در افغانستان، حکومت افغانستان به ضعف آوردن، انقریب به سقوط بیارندش. ولی امروز پس او آمریکا به خصه پروگرام صلح آغاز میکنه، کار خوبی میکنه به هر سیستمی که از ما میپذیرمش. ولی آنچه را که ما میگیم انقریب جرگه مشورتی صلح در افغانستان دایر میگرده. چی آگاهی داریم به عنوان یک جوان؟ واقعا یک جرگه مردمی باشن، نماینده های جوان ها وجود داشته باشه، به عنوان یک جوان شما چی آگاهی دارین یا چی برداشت دارین؟ ما آگاهی خازو نداریم. من چون در تشکیلات از اون ما خبری نداریم و او جایی هم که آجندای از او تهیه و ترتیب میگرده شاید که بعد سرس ما قرار ولی یک چیز امید داریم از حکومت. خواهش معمیس من حیث یک جوان که حکومت جوان ها را یک سرن دینمیجه بپذیره. امی کمیته هایی که در داخل جرگه تشکیل میشن و اینا مطلب اصلی را به ملت افغانستان میکشن، امی را حداقل به دست جوانان، علمای معزز، محسن سفیدان، امی را تقسیم کنه، حداقل نسبی برای جوانان، یعنی از حد دیگرا به اندازه کافی تر برای جوانان امی جسم بده. سپاسگزارم آقای سالنگی، تشکر. سلامت باشید. آقای عبادی، حال یک نوع یعنی توافق گویا صورت گرفته، آنچه که توافق اصولی میگه خلیلزاد بر مبنی بر اینکه حالا با گفتگوهای بین الافغانی انجام شود و طالبان این را بپذیرند. حال هدف آقای خلیلزاد به باور شما گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان است یا اون احزاب و جریان‌های سیاسی که قابل قبول برای طالبان هستند؟ ببینین حکومت افغانستان ها نماینده ویژه امریکا، خب درست است که افغانستان فعلا سپورت میکنه امریکا، دیگر لازم نیست که از افغانستان کسی باشه. منتها هم احزاب سیاسی که بتونه مثلا در تبانی با حکومت، با مردم افغانستان، با منافع ملی افغانستان اونا برن کار بکنن، رایزنی بکنن، چانه‌زنی بکنن بهتر است. از خود حکومت افغانستان ظلمه خلیلزاد هم از این طرف نماینده میکنه، هم از طرف امریکا نمایندگی میکنه و ضرور نیست که دیگه از این به عنوان یعنی صلح بین الافغانی باشه یا مثلا دیگه. درست است که اگر احزاب سیاسی و جامعه مدنی و زنان اشتراک بکنه کار بسیار بهتر است که جایگاهشون حفظ شود در آینده. حالا چقدر جایگاه دارن به نظر شما؟ آنچه که شما دنبال میکنین از این گفتگوها، از این وضعیتی که در روند صلح افغانستان وجود داره، یعنی چقدر جایگاه برای این نهادهای مدنی که شما فعال مدنی هستید، یک جوان هستید، جایگاه در نظر گرفته شده تا به حال در یک مشوره، در یک مورد بیاد دارید که به عنوان یک جوان آگاه یعنی دعوت شده باشین در قضایای صلح افغانستان؟
ببینین از همه اقشار افغانستان دکتر سبجی دروانی دعوت کردن که باید در پروسه صلح اشتراک کنن، چون که صلح نیاز همه به افغانستان است، همه مردم افغانستان، به خصوص جوانان باید نهایتاً کوشش بکنن. شما رفتین به عنوان یک جوان؟ خب این که من نرفتم، کسان دیگه بودن من حیث یک جوان رفته بودن اشتراک کرده بودن در پروسه صلح، مثلا آمده بودن در بخشا این که افغان در افغانستان صلح بیا، از هر طریق هر کسی بیا، هر برادر ما اشتراک کنه، به ما مهم است که افغان در افغانستان صلح زودرس بوجود بیاد. همه جوانان بودن که فعلا در پروسه در سکتورهای امنیتی تقریبا 300 هزار نفر هستند که به عوض نیروهای 300 هزار آمریکایی که در افغانستان آمدند، جز قتل و کشتار و بمباردمان خانه های مردم ویران کردند و دیگه کار دیگه نکردند. و خود دبیر کل سازمان ناتو هم بیان کرد که آیساف به عوض از اینکه در افغانستان بخواهد صلح به وجود بیاره، بخواهد که بتواند جنگ در مقابل دشت افغان ها تجدید ببخشه و تروریسم از بین برن، اونا رفتن خانه های مردم هم بمباردمان کردن، افراد ملکی را به قتل رساندن. اونا خودشان تاکید میکنن در این جاست که ما جوان ها هم فعلا اونا که رفتن افغانستان ترک گفتن و یک بسیار خلیلی از مرد از نیروهای عساکر امریکایی در افغانستان در پایگاه هاشون باقی موندن. دیگه خود همی افراد همی جوانان هستن، همی مردم هستن که در مقابل همی دشت افغان ها تروریستا و مقابله میکنن، میرزمن و هم همی کسایی بودن که دوران سربانی شهید رهبر جهاد مقابله کردن، یک ابرقدرت به سقوط و به فروپاشی کشوندن. همی جوان ها بودن، همی مردم بودن با شعار الله اکبر توانستن در مقابل یک ابرقدرت ستایی بکنن. و حال هم همی تروریستایی که کسایی که تمویل میکردشه که فعلا حال در پروسه سال حال میخواین که او را بکشونن، کسایی بودن که در عقب همی در زمان همی حکومت قبلی بسارابونی شهید که اونا هم در تبانیش امریکا بود که قرار داشته، انگلیس بود قرار داشت، امارات متحده عرب بود، با پول همی هنگفته که مثلا طالبان را کمک میکردن در افغانستان تلاش کردن که یک حکومت دستشانده بسازن، در او هدف خود نایل نیامدن و دوباره خواستن که با حکومت با یک نوع مثلا با ترفندهای سیاسی که وجود داشت، خواستن به عنوان 11 سپتامبر دو تاور بزرگ رفتن، اونا خودشان به عنوان ای که ما تیارات خودشان رفتن تاورا را بمباردمان کرد از بین بردن و بالاخره به می هدف بود که در افغانستان بیان که ما تروریسم بین بریم. اما تروریسم وجود نداشت که تروریسم واقعا که اونا به مو به شکلی که میخواستن که لانه های توریستی از بین برم، واقعا کار نکردن. او هدف ایره که واقعا ملت افغانستان میخواست، کشورهای جامعه جهانی میخواست، کشورهای منطقه میخواست، کار نکرد. خواست امریکا نبود. جامعه جهانی اون چیزی که شما میگین بود مثبت قضیه چی بوده است؟ بود مثبت قضیه در ایجاست که همه ملت فعلا همه ملت افغانستان، چون که نهایتاً از جات رنج مردم افغانستان دید و کشید، با مردم افغانستان در طول 3 دهه جنگ در افغانستان قربانی هم تروریسم شد، هم با روسا قرار گرفت و 3 میلیون 4 میلیون نفر زخمی و شهید شد و بیشتر از 5-6 میلیون نفر آواره و مهاجر شدند. مردم های کسایی که در ساکنین خود افغانستان را بودند، در افغانستان در صحنه جنگ در نبرد بودند، اونا آواره و بیچاره و فقیر شدند. حالا همه ملت افغانستان راضی به این است که باید صلح سرتاسری، صلح بیه که بر منافع ملی افغانستان تمام شود. سپاسگزارم آقای عبادی. آقای وطنیار، شما چه فکر میکنین؟ بحث روابط بین الملل شب را گفتین و بحث اجماع جهانی را در قضیه صلح افغانستان شما اشاره داشتین. حال در بحث صلح افغانستان یک خوشبینی یا یک چیزی که باور ایجاد میکنه، حالا توافق احتمالی روسیه و امریکا است. سرگی لاروف خود شخصا ناظر بر همین گفتگوها بود در روزهای نخست شروع همین مذاکرات. حال از توافق هم حرف زد که حالا با امریکا موافقه دارد که در قضیه صلح جنگ افغانستان دو قدرت هژمونی منطقه که حالا قدرت هایی بودن که همواره در تقابل قرار داشتند، اینا چگونه میتونن بر قضیه مانند افغانستان بر یک توافق نسبی حداقل برسند؟ ببینید، در رابطه با کنار آمدن روسیه و ایالات متحده آمریکا با روسیه در قضایای افغانستان، باید گفت که شما بهتر میدانین که در این اواخر ایالات متحده آمریکا با توجه به ضربات کوبنده و سخت که وارد پیکر اقتصادی این
ابرقدرت و قدرت جمهور جهانی شده، تصمیم برای گرفته که در برخی از موارد منافع ها را و مسائل کلان را در نقاط مهم جهان با قدرت امتراز شبیه روسیه تقسیم بکنه. اینجاست که در قضایای صلح افغانستان آمدن کنار هم آمدن و میخوان یک توافق نسبی چه منفعت باعث این شده که حالا این در افغانستان، البته در قضیه صلح افغانستان، که سود هر دو طرف را در موازنه قرار بده، یعنی ترازوی عدل قرار بده، که حالا هر دو منفعت مساویانه یعنی بدون کدام تقابل به دست بیارن. چی چیزی از در افغانستان که این باعث شده؟ من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا پس از حضورش و در کل نیروهای ناتو پس از 2001 که در افغانستان حضور به هم رساندن برای مبارزه با توریسم و دهشت افغانی و ریشه‌کن کردن لانه های القاعده و توریسم که بر اینا تهدید تلقی میشد، حضور این قدرت جهانی از طرف قدرت های منطقه‌ای و همسایه های افغانستان به نحوه با دید مثبت گرفته شد و اینا فکر میکردن که در واقع ایالات متحده آمریکا با بازوهای نظامی شبیه ناتو و دیگر قدرت ها و بریتانیا میخواهند که در افغانستان صلح و ثبات را بیارن و افغانستان بره و به طرف داشتن یک حاکمیت مقتدر و به سمت توسعه و ترقی حرکت بکنه. ولی متاسفانه پس از 14 سال حضور ایالات متحده آمریکا و حضور و ترافیک سنگین نیروهای نظامی ناتو در افغانستان، دیده میشه که هم مردم افغانستان و هم قدرت‌های منطقه‌ای نظیر چین، روسیه و ایران و پاکستان به این نتیجه رسیدن که در واقع ایالات متحده آمریکا در هم برای سرکوب و ریشه‌کن کردن لانه های توریسم در منطقه به ویژه در افغانستان حضور به هم نرساندن و اینها اهداف و منافع های استراتژیک در افغانستان دارن. از اونجا بود که پس از 2014 روسیه و چین و قدرت های منطقه‌ای نگرانیشان را بابت حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان اعلان کردند و پس حالا هم همین نگرانی وجود دارد؟ بله، بدون تردید شما در جریان قرار دارین که با توجه به ظهور پدیده تازه نفس افراطی به نام داعش در افغانستان و بگومگوهایی که در پیوند به این مسئله آغاز شد که داعش هدف غایی و نهاییش کشورهای آسیای میانه است، روسیه به عنوان یک بازیگری منطقه‌ای و عملاً وارد قضایا شد و طالبان را شما در جریان قرار دارین که حمایت کرد. پس از او آمریکایی‌ها نخواستند که در واقع طالبان ابزار قرار بگیره بر دست روسیه که تهدید بکنه حضور ایالات متحده آمریکا را در افغانستان و آمریکایی‌ها را یک شکستی را شبیه شکست ویتنام برایشان به پیش نیاید. به او اساس با روسا روی قضیه افغانستان فکر میکنم که در این اواخر به توافق رسیدن و بیشتر تلاش دارن که ایالات متحده آمریکا با قناعت دادن طرف روسا میخواه روسا را قناعت بده که ما در افغانستان به اهداف ای نیامده ایم که در اینجا حضور بلند مدت و نظامی داشته باشیم، بلکه حضور ما یک حضور تکتیکی است و میتونیم که با ثبات شدن افغانستان را ترک بگیم و به همین ترتیب روس ها ای قناعت را کردن که در کریمیه، در اوکراین، در شرق اروپا یک سلسله امتیازات را برای ایالات متحده آمریکا پیشکش بکنن. بله، یعنی اون امتیازات باعث شد که اینا روس ها از قضیه افغانستان، یعنی امریکایی ها سهم بتن روسیه را برای در قضیه افغانستان. بله، بدون تردید، بدون شک روس ها و امریکایی ها شما در جریان قرار دارین که نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا آقای خلیلزاد دو سفر داشت به مسکو و با همتای روسیش آقای لاوروف دید و نگرانی هایی که روسیه در منطقه داشت، من فکر میکنم که برشان گوش زد شد که حضور ایالات متحده آمریکا هیچگاه تهدید را متوجه منافع روسیه در منطقه نمی‌سازد. پس از او بود که روسا هم کنار آمدند و حالا در قضای صلح افغانستان دخیل شدند و این من فکر میکنم که یک گام مثبت است و شما بیشتر در جریان قرار دارین که قضایای افغانستان، قضایای جنگ و صلح افغانستان یک بود کلانش بود منطقه‌ای است. تا زمانی که من فکر میکنم که یک اجماع منطقه‌ای به میان نیاید و تا زمانی که همون محوریتی که در سالهای نخست حکومت به نام کشورهای 6 جمع 1 یعنی 6 جمع 5 جمع 2 یعنی افغانستان و 5 همسایش و بر علاوه ایالات متحده آمریکا و روسیه به میان نیاید و میان این قدرت‌های منطقه‌ای یک اجماع نظری واحد در هم ریاوردن صلح و مبارزه متداوم و مستدام
در برابر افرادگرایی تروریسم و القاعده به میان نیاید. من فکر نمیکنم که به این زودی ها در افغانستان صلح بیاید و هانچه که جریان داره فعلا شبیه یک معامله سیاسی است به جای از اینکه یک مصالحه ملی باشه. آقای وطنیار، ازبکستان نقش ویژه داده میشه در جمله همسایه های افغانستان. خب ازبکستان از چی ویژگی های برخوردار است که قضیه صلح افغانستان را دنبال بکنه یا محور باشه در قضیه صلح افغانستان، در بحث های صلح افغانستان؟ و حالا اینکه در همین نشست دوحه قطر در دوره های گذشته هم نقش ازبکستان برجسته دانسته شده بود، حال در مونشن یا مونیخ هم به نقش ازبکستان اشاره شده در قضایای افغانستان، حال رابطه خوبی یعنی تجاری و ترانزیتی هم داریم. حال چی فکر میکنید؟ چرا کشورهای دیگر این ویژگی ها را ندارند و اینقدر در قضیه صلح افغانستان دخیل دانسته نمیشن، هم از جانب امریکایی ها هم از جانب یعنی طالبان و حکومت افغانستان؟ بر این قضیه اگر اشاره داشته باشید. در رابطه با ازبکستان باید گفت که ازبکستان یک از کشورهایی بود که در زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان یعنی پایین ترین حد مداخله را در قضایای افغانستان داشت و این یک معیار شده میتونه. بله بله، این یک معیار شده میتونه، چون طالبا به دلیل از اینکه ازبکستان در کنار جبهه مقاومت عملا قرار نگرفت و از جبهه مقاومت تا آخرین مرحله حمایت نکرد و بی‌طرف ماند، حالا طالبا هم تحلیلشانی است، توجیهشانی است که ازبکستان میتونه به عنوان یک قدرت، یک میانجی سومی و یک میانجی خوب عمل بکنه و اگر احیانا نشست های در ازبکستان در تاشکند برگزار شود پیرامون صلح افغانستان، احتمالاً که طالبا اشتراک بکنه با توجه به همه بی‌طرفی ازبکستان در قضایای افغانستان. چیز دیگری را که می‌خوام در این رابطه اشاره بکنم این است که شما بهتر می‌دونید که مسئله محور ایجاد یک محوریت در سطح کشورهای منطقه ای از صلاحیت‌ها و از مسئولیت‌های رهبری دولت افغانستان و دستگاه دیپلماسی کشور است. این در واقع رهبرای حکومت وحدت ملی باید یک اجماع منطقه‌ای را، یک اجماع به سطح داخلی را به میان بیارن تا اینکه کشورهای منطقه را قناعت بتن از طریق پیشکش تئوری ها و از طریق پیشکش پالیسی ها و استراتژی های منظم در راستای سیاست خارجی، تا اینکه کشورهای منطقه قناعتشان فراهم شود که وجود است. آیا این فرصت وجود داره برای حکومت افغانستان حالا که توافقات هم تقریبا نهایی شده؟ بله، من فکر میکنم که هنوز سری وقت است، هنوز هیچ چیزی نهایی نشده. شما بیشتر در جریان قرار دارین که آقای خلیلزاد چیزی را که به پیشکش کرد، بیشتر از اون دو تا نقطه‌ای که شما اشاره کردین چیزی دیگه به توافق نرسیدن. طالبان به این نقطه را برای ایالات متحده آمریکا اطمینان داده که اگر احیانا ما در افغانستان حاکمیتمون به وجود بیاید، به هیچ وجه ما تبانی نمی داشته باشیم با گروه های تروریستی و گروه های افراطی و همچنان از افغانستان هیچ نوع تهدیدی متوجه منافع ملی ایالات متحده آمریکا و سایر قدرت های دیگه نمیشه. به غیر از این یک نقطه و نقطه دیگه ای که اینا به توافق رسیدن و هنوز هم بگومگو و چانه‌زنی روش جریان داره، خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان. به این مسئله بعدا میپردازیم آقای وطنیار. تشکر میکنم. آقای سالنگی، بحث اینکه حالا اجماع منطقه‌ای آقای وطنیار اشاره داشتن، حال میبینیم یک نوع درگیری میان یا تنش میان جریان‌های سیاسی، احزاب سیاسی و حکومت افغانستان از ابتدای حکومت وحدت ملی، حتی می شریک دو شریک قدرت در افغانستان یا دو حرمی قدرت در افغانستان همواره تنش‌های بین یکدیگر داشتن. حالا وضعیت بلخ را هم شما شاید آگاه باشین، وضعیت بحرانی اونجا به وجود آمده. چی فکر میکنین این حکومت با این کار چی میخواه انجام بده؟ واقعا راهی که در پیش گرفته در همین وضعیت دشواری که حالا گفتگوهای صلح اون طرف از بحث جنگ، دامنه جنگ هر روز گسترده تر میشه، در این وضعیت این نوع یعنی تنش به سود مردم افغانستان است؟ به عنوان یک جوان اگر برداشتون را بگید. ما به عنوان یک جوان یک چیزی که برای مردم عزیز عرض میکنم این است که همه چیز اگر قرار باشه که حکومت فیصله کنه نمیشه. حکومت پیوسته با مردم است، مردم پیوسته با حکومت است. همین قسمی که شما گفتین زدوبندهای ولایت ها، همین زدوبندهای قسمی که برادر ما اشاره کرد که کشورهای همسایه، این کل هزینه از ابتدا تا این وقت به ضرر بوده ولی رای حل برش پیدا نشده. همین که اجماع منطقه‌ای در سطح کشورهای همسایه افغانستان نشد که از طریق حکومت افغانستان شود، همین طور مشکلات ها در داخل افغانستان بود.
از ابتدای اول حکومت آقای کرزی و تایی حکومت هیچ گونه رای حلی برش پیدا نشد. اگر والی یک ولایت تبدیل میشد آن باید ناامنی در ولایت می آمد. اگر والی یک ولایت و دیگه جا تعیین میشد دو یک تغییرات می آمد. و ما فکر میکنم که من حیث یک جوان که ای که مردم به حدی باشند که احترام بر دولتشان نکنند و دولت نظرداشت کلیش بالای مردم نکنه، امی سلسله مشکلات ها شاید که ادامه پیدا کنه. آقای سالنگی، اما حکومت افغانستان توافق میکنه با همین یعنی شریک های قدرتش، باز از توافق عقب نشینی میکنه، میره یعنی اون توافق را میشکنه. با این شکستن توافق ها یعنی رای حل از برای ما و شما؟ هیچ گاهی کار رای حل نیست، اما اون چی که از دولت درست است که با یک عده مردم توافق میکنه، باز این توافقات از هم میپاشن. حالا بس اینجاست که کی از هم میپاشن؟ حکومت از هم میپاشن یا همی کسایی که میان با حکومت تعهد میکنن میپاشن؟ بس اینجاست که هر کس که در افغانستان از ابتدا تا حال تاریخ ثابت میکنه که هر کس که میایه که یک استجام یک دسته جمعی را بسازه، اول منفعت خودش را نظر میگیره، ولو که یک فرد باشه، ولو که والی یک ولایت باشه، فقط او مقام و پوزیشن و منفعت خودش را نظر میگیره. بنا به خواستن منفعت خود ضرر بر عام مردم به شمول حکومت میرسه. این مشکلات هایی است که ما فکر میکنم در این اجماع داخلی موفق بوده حکومت افغانستان؟ نه خیر، اجماعی موفق نبوده. به این موفق نبوده که نه کسایی که اجماع میکنند بر حکومت خاص حکومت کاملا قبول کردین، و نه کسایی که میاین حکومت باشان خاص اداره نه خاص حکومت اینا قبول میکنند، نه حکومت خاص اونا را قبول میکنند. البته به صورت کلی که باشه همی اجماعشان ادامه پیدا کنه که تا به یک طرف بهبودی بریم. به این مشکل است که راه حل شما چی است؟ راه حل برای ما ای است که ما میگم که من من حیث یک جوان شهروند از وطن، فرد ما باید امی تعهدات خود حتی اقل جامعه عمل بپوشانیم، خصوصا جوانهای عزیز. بیاییم از بعض زدبندهایی که باعث مشکلات میشه، باعث تقویه یک گده مردم کوچک میشه و یک عده بزرگ مردم را حدث میتیم، بیاییم امی را پس کنیم به خاطر خدا و به خاطر وطن و به خاطر جوانی خود ما که فردا روز آینده ما در وطن است، پایبند به اجماع خود باشیم، با نمو قول و تعهد خود باشیم، تا ای که بتانیم به سرنوشت وطن یک الگو باشیم و بتانیم کسایی که نسل بعدی ما میاین این وطن بتانن یک ساخت و باخت بکنن، حداقل اگر ما نتانستیم نسل ما بتانن. سپاسگزاریم. آقای بادی، خب در این وضعیتی که حالا به وجود آمده چی یعنی شما چی فکر میکنن؟ یک فرصت است برای مردم افغانستان؟ حال حرف از توافق زده میشه، اینجا حکومت افغانستان هم استقبال میکنه، این استقبال از یعنی صداقت است و اینکه حالا از رضایت است، واقعا راضی هست حکومت افغانستان؟ شما چی فکر میکنید؟ و اینکه حالا بحث مطرح میشه که طالبان دعوای یعنی شریک شدن در قدرت ندارن، حرم قدرت را میخواهند، یعنی ما میتونیم که تمام این چیزها و این ارزش ها را قربانی بکنیم و حرم قدرت را به طالبان بدهیم؟ یک چیزی که میخواستیم بیان بکنم ایست که حالا ما در افغانستان ما قدرت کار نداریم. در افغانستان ما ایره کار داریم که صلح سرتاسری در افغانستان بوجود بیاد. همه ملت افغانستان نیازمند است که باید صلح بوجود بیاد. هر روز ما شاهد قربانی ما نمیخوایم دیگه قربانی شویم، عساکر ما قربانی شویم، مثلا افراد بیگانه قربانی شویم، انفجار و انتحاری که صورت میگیره افراد ملکی به قربانی میشه. ما دیگه نمیخوایم که در افغانستان دیگه ایتو جنگ به وجود بیاد و همه نیازمند هستن که با صلح دائمی، صلح سرتاسری به وجود بیاد. آقای خلیلزاد در توییتر خود بیان کرده است که ما ممکن در درازا ما به صلح دست پیدا بکنیم، اما این در مقطع در یعنی نزدیک این صلح به وجود نخواهد آمد، چون که در افغانستان جنگ نیابتی و جنگ استخباراتی است. اونا نمیخوان که یعنی زودرس صلح دائمی به وجود بیاد در افغانستان. آن چیزی که مهم است برای ایالات متحده آمریکا منافعش است در افغانستان، که زمانی که روسا در افغانستان اونا پایگاه داشتن، اینجا حکومت دستشان نداشتن، نهایت کوشش کردن که تا توسط همه ملت افغانستان، توسط جوانان روسا را شکست دادن و در هیچ صورت با در نظر داشت همون منافعشان، همون پولهای انگفتی را که مصرف کردن
در افغانستان را شاهد هستند که ببینید پایگاه هایشون تقریبا 7 پایگاه در افغانستان دارند و این تا زمانی که منافع امریکا در اینجا تامین نشه فکر نکنم صلح دائمی هم با وجود بیا و صلح سود را با وجود بیا. عنوان یک جوان چی راه حل برای قضیه جنجالی و پیچیده صلح افغانستان داره؟ یگانه راه حل و پیچیده مغلقی که در افغانستان است همیشه با مردم قربانی جنگ بوده است که باید ما همدیگر پذیری داشته باشیم، وحدت ملی داشته باشیم، انسجام درونی خود حفظ بکنیم. همه اقوام باید همو طوری که در افغانستان روسا را شکست دادن باید به همو قسم به یک یعنی بسیج شوند. بالاخره همو کسایی که با کشورهایی که در ایجا از دوران انگلیس که در ایجا آمدن تجاوز کردن و همو قدرت های بزرگ ما بتانیم که اصادگی بکنیم و هنار هم به شکست مواجه بزنیم. در غیر از او اگر ما پراگنده باشیم مردم افغانستان تعصبات شکاف های درونی خود از جاد عمیقا ایجاد بکنن و بخواهند که ما در قدرت باشیم یا ما مثلا در خواهش از زمک در اینجاست که کشورهای بزرگ هزمی فرصت استفاده میکنه بالاخره بالای ملت افغانستان حکومت میکنه. تا زمانی که هنمی ملت افغانستان وحدت انسجام خود حفظ نکنه، یک پارچگی خود حفظ نکنه، ما نمیتونیم به صلح دائمی برسیم. سپاسگزارم آقای عبادی. آقای وطنیار، توافقات دو توافق کلی را مثلا آقای خلیزاد مطرح میکنه، یکی توافقی که بحث شده و نهایی شده او را میگه که بحث اما پیشنویسش البته طرح شده تدوین شده، یکی قضیه خروجی یعنی امریکایی ها از افغانستان است، خروجی امریکایی از افغانستان به معنای افول دموکراسی است یا خیر، و اینکه حالا بحث این که طالبان دیگر نمی جنگن و همچنان که نمی جنگن با گروه های توریستی دیگر مبارزه با حرس افغانی، چطور طالبان می تونن که خودشان حالا در انظار عامه به عنوان یک گروه توریستی هستند، چگونه اینا می تونن که در مقابل یعنی توریسم و مبارزه بکنن در کار؟ به این دو متغیری پرسش های ما ببینید. در پاسخ و پرسش نخست شما باید گفت که آنچه که در این اواخر به دست آمده و از چانه زنی ها و رای زنی هایی که پیرامون صلح افغانستان صورت گرفته در دوحه بعد از 16 روز تفاهم و گفتگوهای نفسگیر، او این است که قسمی که پیشتر هم اشاره کردم یک موردش بحث خروج ایالات متحده آمریکا. اگر به پرسش شما بپردازم، اما اگر مستقیم روی پرسش شما فوکس بکنیم، اوی است که من فکر میکنم در صورت ای که ایالات متحده آمریکا بدون در نظر داشت و بدون خواست مردم افغانستان و بدون تمنیاتی که مردم افغانستان داره به یک بارگی شبیه خروج اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان در دهه 90 یک تصمیم عجولانه و شتاب زده را بگیره، هیچ تردیدی وجود نداره که من فکر میکنم ما یک بار دیگر تاریخ را تجربه خواهیم کرد و تاریخ تکرار میشه و دموکراسی افول میکنه و حکومت میره به طرف زوالش. همه داشته ها و همه دستاورت هایی که ما در طول 15 الی 16 سال داشتیم متاسفانه از بین میبره میره. این دستاورت ها چی است که باید حفظ شود؟ این دستاورت ها میشه که آزادی بیان باشه، میشه که ما بحث حقوق زن باشه، حقوق بشر باشه و صدها و ده ها مسائل دیگه، مؤلفه های دموکراسی که شبیه انتخابات است و مسائل های دیگه که برای مردم ارزش تلقی میشه اینهاست. اگر ایالات متحده این همه روایت ها و این همه ارزش ها را طالبان میپذیرند، ذهنشان یعنی به این آماده است که این از این ارزش ها یعنی نگذرن و قابل قبول باشه برایشان؟ خب ببینید، وقتی که بحث صلح و تفاهم و مذاکره مطرح میشه طبیعی است که طرفین خواستای خود را داره. تمام خواست ها من فکر نمی کنم که اینا میشه خواست گفت از جانب امریکا مطرح شد. بله بدون شک یکی از خواست هایی است، اما خواست امریکا بیشتر گفته شده که حالا بخش پایگاه ها و ایناست که برای یک پایگاه نظامی توافق کردن طالبا، اما امریکایی ها میگن که 4 پایگاه یا 5 پایگاه نظامی ما باید داشته باشیم. از این حرف ها اصلا بحثی مطرح نشده. خب یکی صلحی است که مذاکراتی است که ما بین ایالات متحده آمریکا با توجه به منافعی که داره با طالبان مطرح است و یکی هم موضوعاتی است که از طرف حکومت افغانستان مطرح است و به عنوان خطوط قرمز مطرح است و میخوان که نمی ارزش‌ها باید تیز شود.
ایالات متحده آمریکا بیشتر تلاش داره که طالبا را به این مسئله را بالاشون بقبلانه که در طول 12 الا 18 ما باید برای ایالات متحده آمریکا وقت داده شود تا اینکه نیروهایشان را و او تجهیزات سنگینشان را از افغانستان خارج بکنند. ولی طالبا با توجه به منابع دوستیکی که از گفتگوهای قطر این موضوعات را مطرح کردن و ما در جریان هستیم، طالبا بیشتر تلاش دارند که باید در مدت 3 الا 6 ماه تمام نیروهای خارجی از افغانستان، نیروهای آمریکایی باید خارج شود. خواست دیگری ایالات متحده آمریکایی است که باید به شمول پایگاه بگرام و سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل یک تعداد نیروهایشان را به عنوان نیروهای ریزرفی که اگر احیانا تهدید از ناحیه تروریسم متوجه ایالات متحده آمریکا از افغانستان شوه برای سرکوب اینجا نگه بداره، این مسئله دیگر است. ولی مستقیم میایم روی پرسش شما که اگر احیانا آمریکایی‌ها، بازم تکرار میکنم که بدون در نظر داشت تمنیات مردم افغانستان و وضعیت متشنج و بحرانی که وجود داره افغانستان را ترک بکنه، با توجه به اینکه جنگ به دروازه های استان ها و شهرستان ها رسیده و مرکز هم کماکان تهدید میشه، من فکر میکنم که تجربه دهه 90 تکرار میشه و این موضوع را من باورم این قطعی نیست که ایالات متحده آمریکا این مسئله را عملی بسازد. چشمانداز شما چی است؟ آیا توافق در کار خواهد بود؟ آیا واقعا به نزدیکی ما خواهان یعنی پیوستن گروه طالبان به حکومت افغانستان یا اینکه توافق صلح خواهیم بود آقای وطنیار؟ احتمال بسیار قوی میره که ما به صلح، به یک توافق دست پیدا بکنیم، نه به صلح. صلح آن چیزی است که مردم افغانستان و حکومت افغانستان توقع داره از مخالفین مسلح و کشورهای منطقه و کسایی که به پروسه صلح افغانستان متسلط هستند، شبیه پاکستان و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای. یک توافقی است که فعلا میان ایالات متحده آمریکا و طالبان جریان داره. تشکر آقای وطنیار. آقای سالنگی، بحث را می‌خوایم با شما جمع‌بندی بکنم. خب حالا همین وضعیت واقعا برای مردم افغانستان، برای جوانان، جامعه مدنی یک فرصت است یا یک چالش؟ اگر کوتاه اشاره داشته باشید. ما فکر میکنم یک فرصت است، به خاطر از این فرصت است که ما تشنه صلح هستیم و باید این فرصت ها را از دست ندیم به هر گونه که باشه. چرا فرصت میگین؟ ما به این فرصت میگیم که خب تمام مردم افغانستان درک میکنند که آمریکا و کسایی که دخیل هستند در پروسه صلح در افغانستان منفعتشان را میخواهند، ولی مردم افغانستان هم باید منفعتشان را بخواهند به هر گونه که باشه. احزاب سیاسی در افغانستان، جامعه مدنی، جوانان، همه افغان ها باید این فرصت را دست بیارند و با این فرصت مبارزه کنند و صلح بخواهند و ابعادی که این صلح به بربادی میکشانه با او مبارزه کنند. این ابعاد چی است به نظر شما؟ این ابعاد او است که طرف های درگیر، شما شاید از این هستین که طالبا لحظه به لحظه خواستشان از پروسه صلح، خواسته های خودشان تغییر میکنه. در مسکو اینا اعلان کردن دفتر سیاسی در حکومت افغانستان داشته باشیم، هزینش هم حکومت تامین کنه، حکومتی که دیگر هزینش تامین میکنن، اونا دفتر سیاسی شد. قانون اساسی افغانستان نباشه، اردوی ملی افغانستان با هم بپاشه، چیزی که اصلا قابل قبول یک طفل مردم افغانستان هم نیست. وقتی که پس بر میگردن و از گپ های خود پشیمان میشن، دیگه اینجا مردم افغانستان باید مستجم شون، باید ببینن که دوستا و دشمناشون به کجا روان هستن. دوستی با بربادی خونه میشه. خانه ما را بگی، خانه ما را از خود گوه ما را بکش. سپاسگزارم از حضور شما آقایان حبیب الله سالنگی تحلیلگر مسائل سیاسی، آقای محمد ناصری وطنیار استاد دانشگاه و آقای غلام محی الدین عبادی فعال مدنی، و تشکر از شما بنده های گرامی که تا این دم با ما همراه بودید. بقیه وقت خوش، خدا نگهدار.